آجانس های بشر دوستانه و سازمان ملل هشدار دادند که موارد ابتلا به ویروس کرونا در میان پناهجویان و آوارگان در سراسر خاور میانه در حال افزایش است. به گزارش شیه ورز به نقل از ایندیپندنت آمار واقعی کرونا در میان 18 میلیون آواره در این منطقه به دلیل نبود امکان انجام آزمایش کرونا به اندازه کافی مشخص نیست. اما اطلاعات سازمان ملل از بیش از ه... از بیش از هزار مورد ابتلا در میان پناهجویان مستقر در اردن، سوریه، عراق، فلسطین و لبنان خبر می دهد. در لبنان نیز شرایط شیوع کرونا نامناسب گزارش شده است. مقامات سازمان ملل به ایندیپندنس گفتند علاوه بر نگران های موجود از شیوع اپیدمی در اردوگاه های شلوغی که خانواده ها نمی توانند از نظر اجتماعی فاصله داشته باشند نسبت به تاثیرات ثانویه ویرانگر, ویرانگر همگیری مانند بیکاری و مشکلات اقتصادی نیز نگرانی وجود دارد طبق اعلام سازمان ملل حداقل 55 درصد پناهجویان سوری در سراسر منطقه در فقر شدید قرار داشتند که پس از شیوع کرونا این میزان به 75 درصد رسیده است این در حالی است که هیچ اطلاعات دقیقی در این باره در مورد سایر ملت های پناهجو وجود ندارد رولا امین سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به همه گیری فقر در این منطقه گفت جامعه پناهجویان و کشورهای میزبان نیازمند کمک های بیشتری هستند